با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه نهم ماه حوت سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. ستایش رهبران حکومت از نیروی امنیتی در روز بزرگداشت از نیروی امنیتی و دفاعی کشور. اتاس دی قربانی به برکت دا خورا مستقل دا اوزرها کالا با مستقل پاتیسی. انتقاد سربازان معلول از بی‌پروایی مسئولانشان در برابر آنان. سرگیری حملات توپخانه پاکستان بر بخش‌های مرزی بالات کنر و احضار سفیر پاکستان در کابل. فعالیت بیشتر از 2000 نهادهای خدماتی غیر دولتی در کشور. در بخش معارف، در بخش صحت، یکی از همکارای بسیار مهم دولت افغانستان مؤسسات غیر دولتی بود. و اهدای 89مین دور جوایز جشنواره اسکار. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور امروز برای نخستین بار برگزار شد. در این مراسم رهبران حکومت نیروهای دفاعی و امنیتی را نگهبانان اصلی کشور می‌دانند. رئیس جمهور غنی می‌گوید که اگر فداکاری‌های این نیروها نباشد، در افغانستان با بی‌ثباتی‌های بیشتر روبرو خواهد شد. رئیس جاییه بر غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی کشور تاکید می‌ورزد. نیروهای هوایی، کماندوهای ارتش، واحدهای نیروهای ویژه پلیس و دیگر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در مراسم ویژه از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی با برگزاری یک رژه نظامی تجلیل کردند. رئیس جمهور در این مراسم این نیروها را نماد وحدت ملی افغانستان می داند. ستلی مشی اتاس دی قربانی به برکت دا خورا مستقل دا اوزرها کالا با مستقل پاتیسی. شما در دفاع از نظام مشروع جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارین و دشمنی که در برابر شما می جنگه دشمن ناحق است و دشمن باطل است. در یک کال پترسکی زمان زرور پیلوتان و دوزرا چلور سوا و سلیش هوای بریدون پر دخمن اجرا کردیم. واحدهای ویژه ارتش و پلیس که از کار آزموده ترین نیروها شمرده می شوند، سال هاست که برای تامین امنیت کشور قربانی می دهند. در مدت 16 سال شب و روز تلاش کردیم تا اینکه ملت مظلوم بیچاره ما بتانیم در یک فضای صلح و آرامی یا زندگی داشته باشند. تجلیل از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در جلسه شورای امنیت ملی در ماه جدی تصویب شد و قرار شد که همساله از قربانی ها و فداکاری های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تجلیل شود و از کارنامه هایشان ستایش گردد. این اظهارات سران حکومت در حال ابراز می شوند. سربازانی که در هنگام اجرای وظیفه زخم برداشتند و اعضای بدنشان را از دست دادند، مسئولان دولتی را در برابر سربازان زخمی خودخواه و بی‌پروا می دانند. شمار از این سربازان که اعضای بدنشان را از دست دادند می گویند که اگر رهبران حکومت با مسئولان نهادهای امنیتی با بی‌تفاوتی هایشان در برابر این سربازان ادامه بدهند، سربازان در برابر آنان بدبین خواهند شد. مردی که یک دهه برای تامین امنیت شهروندان کشور جان فشانی کرد، اکنون به کمک این کودک راه می رود. او ورزشکار و پلیس کار آزموده، تحصیل کرده و شایسته بود. 1.5 سال پیش در انفجاری در ولسوالی محمد آقی لوگر همراه با 5 همکارش به سختی زخم برداشت و یک دست و چشمهایش را از دست داد. در حساب تقاعدی بر ما ماش میتن ماه 7000 است، 7500 روپیه ماش میتن. برام 6 ماه بعد برنامه میتن که 5000 پر کرای خانه میتیم 2500 پی دیگه از اون پیسه دوای اشتکای من میشه، چی برسه که برازی ما غذا بخرم یا پوشاک بخرم یا کرای خانه رو بتم. میگوید که پدر، برادر و پسر ندارد، تنخواهش قطع شده است، خانه اش کرایی است و آینده همسر و 3 دختر کوچکش او را نگران ساخته است.
شریف که 4 سال سرباز ارتش بود و پاهایش را هنگام اجرای وظیفه در ولسوالی سنگین هلمند از دست داد، از 1 سال بدین سو برای پیدا کردن نان در شهر تکسیرانی می کند. او می گوید نخستین بار هم در هلمند 1 دست و پایش زخمی شده بودند و خانوادهش اجازه نمی داد که به کارش ادامه بدهد، اما از بحر علاقه به وظیفه دوباره به هلمند رفت. از کی چی بخواهیم؟ اگر از دولت خودم چیز بخواهیم برای ما براورده نمی کنه، اگر از مردم خودم بخواهیم برای ما براورده نمی کنه. اگر اولاد خودش مثلا باشه با مثل ما وارشه و شاید 99 رقم بزنه، امیدی براش پیدا کنه، جور کنه، دگه کنه، دگه کنه. خانواده منوچهر تلوار، فرمانده که در حمله انتحاری در کابل جان باخت و اکنون 2 کودکش بی سرپرست ماندن، نیز از رهبران حکومت ناامید شدند. آقای اشرف غنی، آقای دکتر صاحب عبدالله، ما یک کوتاه یک سوال میکنم. این طفل معصوم آیا اگر تو نمیفهمی خداوند میفهمه؟ جوابت بر از این طفل چی است؟ روزانه 10 تن از نیروهای امنیتی در هنگام نبرد با هراس افکنان کشته می شوند و یا هم زخم برمی دارند. شماری از این زخمیان حتی اعضای بدنشان را از دست می دهند. اما مسئولان به این قربانیان چنان که باید رسیدگی نتوانستند. با این همه نگرانی ها، سربازانی که در بخش های گوناگون کشور در کار تامین امنیت نیکوشن می گویند که در هر وضع و در هر بخش از کشور به هیچ پندارهای تباری، زبانی و سمتی آماده هستند تا برای تامین امنیت مردمان کشور برزمن و حتی حاضرند که در دفاع از کشور جانهایشان را نیز قربانی کنند. جوانی که از ولایت لوگر است، چندین ماه می شود که برای انجام مأموریت نظامی به کندوز آمده است. عبدالوکیل پشه‌ایوال بیشتر از 3 سال می شود که در کابل، میدان وردک و کندوز مأموریت نظامی داشته است. هر زای افغانستان چی مگد هلمند، قندار، بدخشان، کندوز در دوار که مگد انشالله آمده وظیفه ده. عبدالمنان خنجانی از 7 سال به این سو در هلمند مأموریت نظامی دارد. این نظامی پوش ارتش در ولسوالی های ناامن هلمند همچون سنگین، موساقلعه، نوزاد و گرشک وظیفه انجام داده است. هر گوشه افغانستان وطن خود احساس میکنیم. بر ما فرقی نمیکنه چی در هلمند باشم، چی در بغلان باشم، چی در بدخشان باشم. همکنون نظامیان کشور در سراسر افغانستان با هراس افغانان در نبرد هستند. پاکستان بار دیگر حملات توپخانه‌ایش را بر بخش‌های مرزی ولایت کنر آغاز کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید که از گشتانی 1 چرخبال پاکستان در بخش‌های مرزی افغانستان نیز گزارش شده است. از همین رو وزارت امور خارجه امروز سفیر پاکستان را احضار کرد و از وی خواست تا اعتراض افغانستان را به مقام‌های پاکستانی برساند. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور خارجه، در حملات تازه پاکستان بر بالسواری خاص کنر ولایت کنر چندین خانه ویران شدند و 4 کودک نیز جان باختند. نهاد کمک به قهرمانان افغان تاکنون برای بیشتر از 100 خانواده قربانیان نیروهای امنیتی سهولت‌های آموزش، دستیابی به کار و مشورهای حقوقی را فراهم ساخته است. برخی از مسئولان نهاد میگویند که این نهاد میکوشد تا از خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی احساس نبود عزیزانشان را دور بسازند و زمینه‌های بهتر زندگی را برای آنان فراهم کنند. دریچه‌ای که خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی می‌توانند برای داشتن آینده‌های بهتر دورنمای روشنی داشته باشند. علی اکبر که خودش نیز یک پایش را در انفجار ماین از دست داده است، در نهاد کمک به قهرمانان افغان برای خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی سهولت‌های کار و آموزش را فراهم می‌سازد. ما موفق شدیم که به تعداد 85 بورسیه تحصیلی برای خانواده‌های شهدا و معلولین نیروهای امنیتی و دفاعی کسب بکنیم. قدمی اندک ولی بسیار مهم و مؤثر و تاثیرگذار جهت اجرگذاری از زحمات و جانفشانی‌های این قشر ما هست. 8 ماه است که مسئولیت مشوره‌دهی حقوقی و دادخواهی به خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی را بر عهده دارد. تعداد بالاتر از 100 تن از خانواده شهدا و معلولین نیروهای امنیتی
ثبت دیتابیس از این نهاد هست و ما کوشش میکنیم خدمات متنوع را بر اساس نیازمندی از این قشر برایشان فراهم بکنیم تا که اونها هم بتونه دوباره در جامعه مدغم شه و نقش تاثیرگذار در بهبود کشور داشته باشه. خودش نیز سرباز ارتش بود، اما در اولسوالی ژیره ولایت کندهار دو بار آماج ماین قرار گرفت و هر دو پایش را از دست داد. اکنون مهمترین مسئولیتش مشوره های روانی به معلولان نیروهای امنیتی است. امی حالت را که شما سپری میکنید ما هم پشت سر گذاشتیم و توانستیم که از این حالت بحران که در حالت انزوا و گوشه‌گیری بودیم بدرآییم و به زندگی نرمال خود ادامه بدیم. این نهاد کمتر از 8 ماه می شود که برای خانواده های قربانیان نیروهای دولتی کارش را آغاز کرده است و تا اکنون بیش از 100 خانواده قربانی از سهولت های ایجاد کار، آموزش، مشوره های حقوقی و روانی این نهاد بهره‌مند شدند. رئیس جمهور غنی می گوید که پس از کشته شدن ملا عبدالسلام والی نامنهاد طالبان در کندوز باشندگان این ولایت با تهدیدهای جدی روبرو نخواهند شد. آقای غنی می گوید که کشته شدن ملا عبدالسلام نتیجه تلاشهای نیروهای دولتی است. در همین حال وزارت امور داخله کشته شدن ملا عبدالسلام را در آستانه عملیات بهاری طالبان در کاهش فعالیت‌های این گروه در کندوز بسیار اثرگذار می‌داند. از ملا عبدالسلام همچون ماشین جنگی طالبان در کندوز و حتی شمال شرق یاد شده است. اما در یک حمله هوایی به روز یکشنبه این مرد متفکر جنگی طالبان همراه با 3 تن از نگهبانانش در روستای نهر کونه اولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز کشته شدند. مولوی سلام با دار و دسته شد در کندوز دیروز مو شد از برکت شما. امروز این دسته جنایتکار به مردم شریف قندوز در تهدید نیستند و نه به مردم شمال شرق افغانستان. با این همه وزارت امور داخله کشته شدن ملا عبدالسلام والی نامنهاد طالبان را در فروکش جنگ ها در قندوز بسیار اثرگذار می داند. کشته شدن ملا عبدالسلام و دار دستهش و چند سرگروپ مقتدر که در اوج در این نامنهای اخیر قندوز نقش اساسی داشتند طبعا یک دستاورد است برای نیروهای امنیتی افغانستان و این میتونه وضعیت جنگ در کندوز تغییر بده. گروه طالبان در کندوز در سالهای پسین تحرک‌های چشمگیری داشتند و حتی این گروه به رهبری ملا عبدالسلام توانستند که 2 بار شهر کندوز را سقوط بدهند و جنگ افزارهای فراوان به دست آورند. با امرای زمین نیروهای امنیتی من که در اونجا هستند کتی از بعد در یک برخورد ملا سلام به شمول 2 نفر قماندان دیگه میگه اینجا کشته شده. پیش از این 3 بار خبر مرگ ملا عبدالسلام پخش شده بود، اما این بار طالبان هم این خبر را تایید کرده است و نقش او را در سقوط شهر کندوز بسیار برجسته گفته. در این حال گروه از نقاشان و شماره دانش آموزان در شهر کندوز در حمایت از نیروی امنیتی و دفاع کشور تصویرهای سربازان را بر دیوارهای این شهر نقش کردند. آنان نیروی امنیتی را نگهبانان راستین مردم و کشور می گویند. 9 می روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در کندوز، ولایتی که دوبار به دست طالبان سقوط کرده است، به گونه متفاوتی تجلیل شد. گروهی از نقاشان از کابل به این شهر رفتند و تصویرهای نیروهای امنیتی را بر دیوارها نقش کردند. ما خواستیم در یک از ولایاتی که در این اواخر ناامنی زیاد دیده و مردمش زیاد رنج دیدن و نیروهای امنیتی ما بسیار زیاد در اینجا زحمت کشیدن، آمدیم تا یک تصویر از اینا را ما نقاشی کنیم و باشه که یک تحفه از طرف شهروندان افغانستان، از طرف تیم هنرسالار برای نیروهای امنیتی افغانستان. شماری از دانش آموزانی که در این برنامه نقاشی شرکت کردند میگویند هرچند تصویرهای نیروهای دولتی در قلبهایشان حک شدند، اما با نقاشی تصویرهای سربازان میخواهند پشتیبانیشان را از این سربازان برجسته نسازند. باز امنیت بهتر میخواهیم که همیشه صلح باشه و افغانهای ما کمک کنند. کندوزیان صلح و ثبات میخواهند و میگویند نباید تجربه تلخ سقوط این ولایت برای 3 بار تکرار شود. امروز تمام جوانای ما و همه ما آمدیم به خاطر
رسم کردن سرباز دلیر افغانستان در تصویر، ای به این معنی که حمایت از قواهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان است. باشندگان کندوز در حال در این ولایت آرامش کامل میخواهند که طالبان نه تنها در چند ولسوالی این ولایت بل در چندین بخش شهر کندوز نیز حضور دارند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. 89 مراسم توزیع جوایز اسکار در شهر لس آنجلس امریکا برگزار شد. در این مراسم در کنار جوایز دیگر فیلم مستند کوتاه کلاس بیتای سوریه جایزه بهترین مستند کوتاه را گرفت و فیلم ایرانی فروشنده ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را به دست آورد. 89 مراسم جوایز اسکار با مراسم ویژه و با شکوهی در شهر لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم برندگان بهترین تصویربرداری، بهترین کارگردانی، بهترین هنرپیشگان مرد و زن و برندگان دیگر اعلام شدند. فیلم کوتاه کلاس اپیدها که نشان دهنده کارهای گروه های نجات کلاس اپیدها در سوریه است، برنده بهترین فیلم مستند کوتاه شناخته شد. انا بحب باسمي وباسم می خواهم به نمایندگی از مردم سوریه از این جایزه بزرگ سپاسگزاری کنم. این جایزه به همه نهادهای مددرسان روحیه می دهد که برای مردم سوریه کار کنند. تا کنون ما 82,000 غیر نظامی را نجات داده ایم. این جایزه نه تنها برای کلاه سپیدها یک افتخار بزرگ است، بل برای همه نهادهای نجات افتخار بزرگ شمرده می شود. حسویم فیلم یک کارگردان ایرانی که در اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ به مراسم اسکار نرفته بود، برنده جایزه فیلم بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شد که پیروزی این فیلم که فروشنده نام دارد، با استقبال گرم ایرانیان روبرو شده است. 100% فیلمش خوب بوده که تا این مرحله رسیده، ولی تاثیرگذار بوده. چون الان خود جامعه آمریکا هم با آقای ترامپ مشکل داره، مخصوصا جامعه هنری آمریکا که بخش فرهنگی تر جامعه آمریکاست و تحصیل کرده در آمریکا. اصغر فرهادی از همه نظر لایق اون بود و اگه بین کارگردانان امروزی دقت کنید، الان بهترین کارگردان از نظر من اصغر فرهادی، چون داره کارش رو میکنه. حسوی هم در این مراسم فیلم لالالند که برنده چندین جایزه شده بود، حسوی مجری برنامه و اشتباه برنده بهترین تصویر برداری نیز اعلام شد. اما سپس مجریان برنامه فیلم مونلایت را برنده بهترین تصویر برداری اعلام کردند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد، در حال حاضر 2140 مؤسسه خدمات غیر دولتی در کشور فعالیت دارند. از سوی هم شمار شهروندان کشور با در نظر داشته مشکلات اقتصادی در بخش‌های دوردست کشور و نیز نارسایی‌های نهادهای حکومتی و موجودیت مؤسسه های غیر دولتی مفید را در کشور بسیار مهم می‌دانند. تازه ترین گزارش های وزارت اقتصاد نشان می دهند که در سال 1394 هجری خورشیدی 2140 نهاد خدمات غیر دولتی در این وزارت ثبت شدهاند. بر بنیاد آمارها، این نهادها در این سال از منابع داخلی و خارجی 820 میلیون دلار را در کشور هزینه کردند. در بخش معارف، در بخش صحت، یکی از همکارهای بسیار مهم دولت افغانستان مؤسسات غیر دولتی بود. نهاد خدمات حرفه‌ای و آموزشی افغانستان 6 سال پیش به هدف فراهم ساختن آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان به کار آغاز کرد. مسئولان این نهاد میگویند که با وجود ناامنی‌ها به دورترین بخش‌های کشور نیز رسیدگی می‌کنند. تقریبا ما فکر می‌کنم که 80% به خانم مهاجرت است باید سرشون کار شود. هیچ کار نشده در قرار قصه بود. از سوی هم شمار از دانش آموزان این نهاد، نهادهای غیر دولتی را در کار از میان برداشتن مشکلاتشان بسیار اثرگذار می‌دانند. ډیر کوشش تیمګه استادانو را سره کړی دا او تر وجه موږ خپل کوشش کړی دا خپل شی موږ جوړ کړی دی. خدای بسیار لباسای زیاد را یاد گرفتیم، از قبیل پنجابی است، دیگه لباسای ماکسی است، ششترک میگن، حجاب. نبود نظارت از کار شمار از این نهادها و حیف و میل بودجه هایشان نیز نگران کننده است. کسایی هستند که به نام نمی هموطنای ما پول را میگیرند و در شبکه های شخصی جیب خود مندازند. اینا رول بسیار فعال و بروزنده دارند در
انکشاف اقتصادی مملکت در صورتی که درست مدیریت شود اینا، گزارش درست از اینا گرفته شود و همچنان از کارکرد از اینا درست مدیریت شود. اما وزارت اقتصاد میگوید که برای بهبود نظارت از کارهای نهادهای غیر دولتی، قانون نهادهای غیر دولتی تعدیل شده است و قرار است با عمل شدن قانون، نهادهایی که در حسابدهیشان روشن عمل نکنند و یا کارکردهایشان قانونمند نیستند، منحل خواهد شد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 67 افغانی و 80 پول، یک یورو 71 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 625 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی تکواندوی کشور با بدست آوردن دو مدال برنز از پنجمین دور رقابت‌های تکواندوی آزاد فجرایی امارات متحده عرب به کابل برگشت. محمود ایدری در بخش مردان و رومینا رسولی در بخش دختران این مدال‌ها را به نام افغانستان ثبت کردند. تکواندوکاران کشور در حال به کشور برگشتند که فدراسیون تکواندوی افغانستان حضور در این چنین پیکارها را یکی از برنامه‌های تمرینی و آماده‌سازی ملی پوشان کشور برای حضور در رقابت‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های هنرهای رزمی جهان که در چند ماه آینده در آذربایجان و ترکمنستان برگزار خواهند شد عنوان می‌کند. ما پلان داریم برای مسابقات کشورهای اسلامی که در باکو در کشور آذربایجان برگزار میشه، اصلا هدف ما همو است و این مسابقه که امروز تیم از فجیره برگشتن فقط یک مسابقه تدارکاتی بود و پلان داریم که دو مسابقه تدارکاتی دیگه هم داشته باشیم تا تیم ما با آمادگی کامل در مسابقات کشورهای اسلامی اشتراک کنه. از سوی دیگر این دو مدال‌آور کشور برای پیروزی در رقابت‌های معتبر آسیایی و جهانی پشتیبانی حکومت را یک نیاز می‌دانند. تیم ملی کرکت کشور با شکست دادن زیمبابوه در آخرین دیدار یک روزه بین‌المللی فاتح این بازی‌ها شد و جام قهرمانی را به دست آورد. در پایان این دیدار احمد شاه ظلمتی مینی پوش کرکت کشور از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن این دیدار و لقب بهترین بازیکن تمامی پنج دیدار برگزار شده در برابر زیمبابوه را به دست آورد. قرار است تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی با تیم ملی ایرلند که به روز 8 ماه آینده میلادی در هند و با میزبانی افغانستان برگزار خواهند شد از و ویر سپاره هن خواهد شد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم، پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.